الرحیم. نام صدیق پوپل و ما متصدی امور اداری مسجد جامعه نور هستم و ما امروز کمیته هماهنگ کننده جمع‌آوری کمک های برای سیلاب زدگان ولایت افغانستان و مسجد جامعه نور خوش آمدید میگم و امروز یک پروگرام مخصوص ترتیب کردیم در مسجد جامعه نور که با شما ما را پور کارهایی که کردیم و ترتیبی که از اعانه های مردم از سر تا سر امریکا جمع‌آوری کردیم این خدمت شما ارائه میکنیم. اما در شروع پروگرام از محترم دکتر صاحب ارشاد خواهش میکنیم که پروگرام امروز ما را با تلاوت چند آیه از قرآن مجید شروع کنند. دکتر صاحب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكريم خداوند شهدای ملت مظلوم افغانستان و خاصتا شهدای سیلابای اخیر را در اعلای ایلین در درجات بالای بهشت جای خودن پروردگارا با بازماندگانشان صبر عطایت فرمای پروردگارا مشکلات و مصیبت های کشور ما را پایان بخش خداوند ملت مظلوم مردم افغانستان را در صلح و آرامش قرار بده صلی الله تعالی علیه و آله ان شاء الله که با حضور همه عزیزایی که در اینجا تشریف دارند نمایندگان مساجد محترم و همچنین دکتر صاحب صدیق پوپل مسئول مرکز اسلامی نور و اعضای هیئت مدیره مرکز اسلامی تشکر میکنیم و سپاسگزاریم که این مجلس مبارک را دایر کردن که ما بتوانیم گزارش مفصل از جمع‌آوری کمک‌هایی که از مردم عزیز خود از مردم مهاجر خود در امریکا خاصتا در کالیفرنیا صورت گرفت توسط مساجد عزیز ما این گزارش خدمت شما تقدیم کنیم به شکل مفصل امیدواریم که این کمیته هماهنگ کننده که امروز به وجود آمده که نمایندگی از همه مساجد میکنه این کمیته بتوانه در آینده هم در خدمت جامعه و مردم مسلمان ما باشه و خدا نخواسته اگر کدام زلزله ای کدام مصیبتی کدام مشکلی در جامعه ما در کشور ما وقوع می‌پیمنده این کمیته بتواند دوباره هم خدمات را به جامعه مسلمان ارزانی کنه و انشالله که این نشست ما یک نشستی باشه که معلومات کافی برای عزیزایی که بیننده برنامه ما و شنونده پروگرام و حرفای ما هستن انشاءالله نشست کامل و جامعی بیدو باشه. تشکر از شما لطف کردید. باید اضافه بکنم که اعضای کمیته هماهنگ کننده جمع‌آوری کمک‌ها برای مصیبت زدگان سیلاب‌های اخیر افغانستان مجمع علمی مراکز اسلامی معلم است. مساجد افغانی در شمال و جنوب کالیفرنیا است. تلویزیون ایمان است. انجمن دانش است. تلویزیون صدای حق است. و معصه اطفال جنگ زده است. که در این قسمت از محترم آقای بیان خواهش میکنم که به نمایندگی اطفال جنگ زده که در اونجا اینا خدمات بسیار بارز را انجام دادن ما کمک ها را جمع‌آوری کردیم از سر تا سر کالیفرنیا و همچنان او برادران و خواهران ما که از طریق تلویزیون ها و سوشل میدیا به دعوت ما لبیک گفتن و کمک های خود را فرستادن و اونا را هم شما تشکر میکنیم. خداوند با شما اجر اردو عالم نصیب بکنه که به فکر افغانستان به فکر مردم افغانستان به فکر کسانی هستین که از اونها سالها دور هستین. کمک شما نه تنها با شما خیر و کمایی کرده بلکه قوت قلب از نظر روحی برای مردم بیچاره افغانستان هم شما دادین. خداوند شما را اجر اردو عالم نصیب بکنه. ما آل از آقای بیان خواهش میکنم که در این قسمت که چه رقم این کمک ها به
به به موسیب زلیوان رسانده شده معلومات ارائه بکنند. آقای بیان. بسم الله الرحمن الرحیم. در قدم اول سلام خدمت شما تمام بزرگایی که در اینجا نشستم تقدیم میکنم چنان به تمام بیننده های عزیز تلویزیون که آواز ما رو میشنوند سلام تقدیم میکنم. امیدوار هستم همه به صحت و سلامت باشید. مؤسسه خیریه اطفال جنگ زده در طول سالیان متمادی همیشه کوشش کرده که برای مردم نیازمند افغانستان دسترسی پیدا کنه و کمیته همبستگی که در اواخر شما همه شاهد زلزله ها و همچنان سیلاب های اخیر در افغانستان بودیم که بسیار خسارات هنگفت داشت. تعداد زیاد جامعه عزیز خود از دست دادن، اکثریت مردم خانه های خود از دست دادن و زمین های زراعتی خود از دست دادن که یک مصیبت بسیار بزرگ بود در تمام افغانستان در گوشه های مختلف. بعد از اینکه کمیته همبستگی به وجود آمد، یک تعداد زیادی از مساجد که دکتر صاحب یادآوری کردن و خصوص در شمال کالیفرنیا و همچنان مسجد جامع توحید در جنوب کالیفرنیا کمک های فرستاده شد که ما این کمک ها را جمع آوری کردیم و این را در داخل افغانستان نقل دادیم و تقریبا بیش از 7 ولایت در زیر پوشش از این کمک ها قرار گرفت. ما از در قدم اول از مساجدی که این هم همکاری ها را داشتن و همچنان از تمام دیگه مؤسساتی که با ما همکاری کردن، مردمی که از گوشه های مختلف امریکا، کانادا و حتی اروپا کمک های قدر فرستادن تشکر میکنم. همچنان از تلویزیون صدای حق از خواهر سیمین عمر تشکر میکنم که در بخش اول پروگرام که شما ویدیوهای از او را هم دیدین کمک های صورت گرفت. یک قسمت بعدی است، یعنی دور دوم کمک بود که بیشترین از این توسط مساجد افغانی تمویل شد. ما از مساجدی که در این پروگرام با ما همکاری کردن تشکر میکنم و اسمایشان رو میبرم و مقدار پولی که مؤسسه خیریه اطفال جنگ زده به اصطلاح رسید کرده او را هم خدمتتان تقدیم میکنم. مرکز اسلامی نور یا مسجد نور در شهر کانکت مبلغ 4338 دلار فرستاده بودن که از تک تک از اینا تشکر میکنم. مسجد ابراهیم خلیل الله در شهر فریمان مبلغ 10277 دلار جمع آوری کرده بودن. همچنان مسجد مهاجرین در شهر هوارد مبلغ 5100 افغانی کمک کرده بودن. مسجد امام ابو حنیفه در شهر ساکرامنتو مبلغ 1500 دلار فرستادن. مسجد ابو بکر صدیق در شهر هوارد مبلغ 1300 دلار فرستادن. مسجد عمر فاروق در شهر کانکر مبلغ 850 دلار فرستادن. مسجد امام بخاری در شهر تریسی مبلغ 5775 دلار فرستادن. همچنان مسجد توحید در شهر سن دیگو مبلغ 11682 دلار فرستادن. مسجد توحید در شهر هلگروف مبلغ 1000 دلار فرستادن. مسجد مولانا جلال الدین محمد بلخی در شهر سنوزه مبلغ 19100 دلار فرستادن. رومی بوکستور یا کتابخانه رومی یا کتاب فروشی رومی در شهر فریمان مبلغ 500. ایمان فاوندیشن یا بنیاد ایمان مبلغ 430 دلار و یک فندریزینگی که داشتیم با در ایمان تیوی مبلغ 2380 دلار جمع آوری شد که جمع پول ما میشد 64232 دلار. این پول در اکانت مسیح اطفال جنگ زده آمد و این پول ما دوباره به افغانستان فرستادیم که در ولایت اول که ما قبلا پیش از اینکه سیلاب‌های بعدی اتفاق بیفته ولایت تخار، ولایت بدخشان، ولایت غور و ولایت بغلان شامل کمک‌هایی بود. اما بدبختانه در دمی دو هفته اخیری که شما مشاهده میکنیم سیلاب‌ها شدیدتر شده بود، چرخبادهایی بود هم در شهر، در ولایت کاپیسا و ننگرهار هم همین کمک‌ها را فرستادیم که یعنی جمعا 7 ولایت زیر پوشش بود و در هر ولایت ولسوالی ها و قریجات بسیار دور افتاده را مد نظر گرفته بودیم به خاطر از اینکه اکثریت مردم در اون مناطق رسیدگی کردن نمیتونه. شما در لابلای ویدیو میبینین در مناطق پول رسیده که شاید در 20 سال اخیر کسی نرفته بود. همچنان ما مبلغ 10000 دلار پول فرستادیم که کمک‌ها بر از اونها توزیع شد. ولایت بغلان
مبلغ 12000 دلار، ولایت تخار 10000 دلار، البته دور دومش در ولایت تخار 10000 دلار قبلا هم فرستاده بودید، ولایت فاریاب 10000 دلار، ولایت غور که یکی از غریب‌ترین ولایات افغانستان است مبلغ 10000 دلار فرستاده شد، در شهر کاپیسا تعداد خساره کشته و شهید چیز نداشتن، خسارات کم بود، مبلغ 3000 دلار، و در ولایت ننگرهار هم 2500 دلار، در ولایت تخار ما مبلغ 5000 دلار داشتیم. بخاطر اینکه در یکی از طریقات در حدود 10000 نفر زندگی داشتیم، اصلا راه از 5000 اسکو بچه هیچی نمون هم آل پیسه یعنی دیوالگره تو آل بچه ای نداده خود خانه کده یک داشت خانه کده اما شفه و هیچ حتی مواشی رفتن هم ایتن و هیچ کسی حتی خیری که پول دجیه بتن باشه هیچ نمتظار شما بی سرکی مشکلی بی کلینیکی مشکلی که راه هرگز ندارن صاحب راه مرکب ندارن که برو مرور بکنن در طول اینمی چند ماهی که رسیم زده پیش از او خوی راه خوب بود انوار بود دو خانه رو در ولایت تخار شروع کردیم به شکل بسیار حالت ما انشاءالله باسی دیدگان یا سیلاب اخیر افغانستان میرسه مسجد دارم خراب کردم. مسجد هم خراب کردم. مسجد هم خراب کردم. خانه دارم خراب کردم. نه در جر خانه مانش خراب شد. از قسمه که برادرها و خواهران امت اسلامی میبینین دیگه این بیخی 100 متر بالا مانده 50 متر بالا مانده یک جای زندگی بر یزه اصلا دیگه زندگی کردن نمانده اخصا مشکل است. ۸۷۷ دلار خود مسیح اطفال جنگ زده از کمک های دیگه که ما جمع کرده بودیم شامل از همی فن کرده میشه این بود خلاص گزارش ما و این در لابلای از این صحبت ها شما ویدیو های همین مراکز هم میبینید که از هر ولایت به صورت جداگانه خدمت شما تقدیم میکنیم البته به صورت فشرده به خاطر که هر ویدیویی که برای من فرستاده شده بیش از 20-25 دقیقه است اما من میخواهیم کمی هفت ولایت را بتانیم در 45 دقیقه وقت ما را بگره خدمت شما برسانیم و از تک تک شما عزیزان که در این برنامه ما را کمک کنیم تشکر میکنم تشکر آقای بیان از این راپور بسیار مفصل شما اما با صحبت با شما باز اوقات این همه جانی نشون دیگه چیز زندگی داشتیم زندگی تا نبود این خانه است این ماست این خانه این است قسمی که خاله که این مکرم شما برادران و خواهران مقیم کالیفرنیا خارج یا کمک کردن برای سیلاب زدگان خاله این دم برام پیش می دارد در ولایت بدخشان ما به هفتاد فامیل کمک شده که این مکرم شما نگر در ولایت بدخشان هم نه تماندن نه بتماندن بالا نه باغ شما تشکر کردید اگر تونست خانه جور میکنید که بخیر سلامت باشید سلامت باشید یک مقدار بغلان 93 فامیل است در تخار 75 فامیل است در فاریاب 73 فامیل است در ولایت غور 75 فامیل است در ولایت کاپیسا 42 فامیل است در ولایت ننگرهار 30 فامیل است و اگر این سرک که تکمیل شود 5000 دلار را فرستادید بیش از 1000 فامیل کمک کرده میتونیم و همچنان برای دو فامیل است که دو دانه خانه را گرفتیم که خانه ها به شکل دو تا یک دشناب و یک دهلیز می داشته باشه اگه بتونیم امیر ما بیشتر و بیشتر تیار کنیم چیزی که در بیرون زندگی میکنم در دار دام خود شریک میدهیم مبلغ 5000 افغانی سینه میره باید بریم لادت یک چیزی بخواهیم 1000 تشکر آقای ترین در این قسمت از محترم هاشمی صاحب خواهش میکنم که یکی از اعضای فعال از این کمیته هستند که سخنان خود بگوید بسم الله الرحمن الرحیم احترام به تمام بینندگان و شنونده ها محترم اول خوب با تشکری میکنم از جناب دکتر صاحب گوپال که این زمینه نشسته در اینجا مساعد ساخته و ما میتونیم که این پولی را که از برادرها و خواهرای خود جمع آوری کردیم با اطمینان کامل با صورت محاسبه و
مصارفی که جناب بیان سید دادن و مورد اعتماد از اینا قرار بگیره که پولشان بسیار منصفانه و عادلانه در جای نیازمندها ضرورت شده و نه ای که در مصارف عجیب و غریبی که باشد، چنانچه جناب طبیع سید بیان ای را با ما وعده گذاشتن که پولی را که ما از این طریق مساجد جمع‌آوری میکنیم ای را ما مختص برنامه میگرم تا که برادرها همگی کسایی کمک کردن مطمئن شوند که یک برنامه فوق‌العاده به این تقسیمات پول گرفتن و چنانچه بیان کردن. ما عقیده به این دارم که بزرگترین عبادت و بزرگترین خدمت هم از نگاه اخلاق انسانی و هم از نگاه اسلامی دستگیری و مصیبت رسا و بیچاره ها و مردم هایی که در این مصیبت ها گرفتار میشن و امروز افغانستان، سرنوشت افغانستان و این مصیبت هایی که آسمانی و زمینی در اوجه نازل شده واقعا بسیار اسفبار است و ملت ما در یک رنج و در یک فقر و در یک بیچارگی زندگی میکنند و الحمدلله که ما در توان امی خدمات مهاجرتی که ما رئیس مهاجرت این کشور قرار داریم در امی شمال کالیفرنیا ما مساجد الحمدلله داریم که 15 مسجد فعال هستند و شورای مساجد داریم و کمیته معلم داریم که اینا تماما در خدمت دین و در خدمت مردم قرار دارند و امسال با لطف پروردگار ما موفق شدیم که در امی سیلاب و مصیبتی که در افغانستان آمد تماما همی مؤسسات و شمول مساجد و همشان لبه گفتن تقاضای ما را و اینا کلگی متحدانه ما همی پول جمعاری کردیم و در خدمت قرار دادیم و شما میتونید که ویدیوهای تقسیمات پولی زیره ببینید و از کسایی که ما را در این را خدمت کردن و پول دادن و سهم گرفتن اظهار شکران میکنیم و خداوند نتیجه اجرش نصیبتان بتوان نتیجه از این که شما لطف کردیم انشاءالله که در زندگی دنیا و آخرت میبینیم. تشکر از لطف هم شما. تشکر آقای هاشمی. با ارتباط گفته آقای هاشمی باید بگویم که در فارسی میگیم که چو استاده دست افتاده گیر. شما کسانی که کمک کردیم به مردم مصیبت زده افغانستان نه تنها دست کسی که افتاده بود بلکه کسی که او می بود یا او برده بود شما کمک کردید. خداوند با شما اجر عظیم هر دو عالم با شما عطا میکنه. در این قسمت از محترم آقای مجدد محمدی صاحب خواهش میکنم که چند نکته با شما عرض کنم. محمدی صاحب تشکر از شما فوتبال صاحب محترم. قبل از همه بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و احترام به جمله کسایی که برنامه را مشاهده میکنند و در این مکان مقدس ما جمع شدیم. هدف ما می بود که کمک‌ها و زحماتی که در این را کشیده شد که مردم سیلاب زده و مردم بیچاره ما، مردم غم دیده و ستم دیده ما در این را غم ها و این مشکلات متحمل میشن، ما باعث کسایی که با اون ملت تعلق داریم چی کرده میداریم و در این سه مسئله مهم از صحبت های در کل عزیزا و بزرگا گفتن. ما سه چیز مشاهده کردم که راستی ما بسیار زیاد در این قسمت سپاسگزار هستم. مردم خدا، اول خداونده که ما را وسیله ساخته باعث یک پل ارتباطی تا بتانیم این کمکار چینل بدیم و روان کنیم بر مردم. دوم، مسیح اطفال جنگ زده واقعا با کمال صداقت و شفافیت کار خود انجام داده با تیم کاریشان. ما از وای سار سپاس میکنیم و خداوند میگه وقتی که از بنده های ما شما سپاسگزاری نکنید، از ما سپاسگزاری نکنید، امی رسم قدردانی و احترام از امی شروع میشه. سه چیز مهم است، مثلا کوتاهی را میگم. اولین چیز است اهمیت دوام این برنامه ها و این رقم کمک رسانی ها بسیار اهمیت داره که ما بتانیم حلقه ها و نقاط را که ما بتانیم گرد از اون جمع شدیم، مثل امی حیات را که ما جور کردیم کمک و امیاری افغانان مقیم خارج و مساجد افغانی در کالیفرنیا و سیلاب زدان افغانستان یک مثالش است. اما در پشت تمام مؤسسات و مساجدی که در این قسمت زحمت کشیدن سم گرفتن مردم است. مردم است که در مساجد کمک میکنن، مؤسسات مردم کمک میکنن. یعنی تنها کردیت به خود مؤسسات نمیره و مساجد نمیره، مردم شما کسایی که حاضر شدین که دست جیب ببرین و هر چی که داشتین انداختین الحمدلله که به مقدار جمع آوری شد. دوم است که این کمک ها وقت
وقت دوامدار میشه، وقت مفید ثابت میشه که ما جلب اعتماد شما رو داشته باشیم و جلب اعتماد و تمثیل اتحاد افغانایی که در اینجا هستن که الحمدلله کلی آرام هستیم ما شما. چی رقم ما اتحاد خود رو تمثیل میکنیم، چی مساجد باشه، چی مؤسسات باشه و در این قسمت. و سیومی که ما خداوند شکرگزار هستیم که در این شرایط ما رو باعث یک پل ارتباطی این چانس این موقعی را داده که بتانیم با مردم خود در لحظات بسیار اساس زندگیشان حداقل حداقل یک مرهم درد باشیم. دیگر بازم از اعتبار شما تشکر، امیدوار هستم که برنامه را شما در آیندام پشتیبانی کنیم که ما بتانیم دوام بتیم به می آسانی. و از اعتبار مساجد و مؤسسات که به یک حیات که اینجا شیشته مقابل شما به ما اعتبار کردین که ما این راپور را بر شما تهیه کنیم با صورت زنده و شما تقدیم کنیم که بیننده هم شاهد باشند. انشاءالله شما سپاسگزاری میکنیم. در این زمان خداوند باشین. تشکر زمان. تشکر آقای محمدی از لطف شما، از صحبت شما. در اخیر باز هم مستمان بیننده های تلویزیون هایی که پروگرام مشاهده میکنن از صمیم قلب تشکر میکنم از اینکه شما با سوال ما به اصطلاح با لبیک گفتین و برادران و خواهران مصیب زدی خود کمک کردین، مثل که همه بزرگوار گفتن خداوند به شما اجر عظیم عطا بکنه. همچنان از مؤسسه اطفال جنگ زده که در داخل افغانستان فعالانه کار میکنن و به اصطلاح همون کمک هایی که شاید بسیار نوچیز باشه اما همینقدر ما تانستیم بکنیم، شما تانستیم بکنیم که این به اون کسانی که مستحق بود و نفر مستحق رساندن، پل درست کردن، سرک درست کردن، چارا صاف کردن، مسجد درست کردن، به فامیل ها پیسه دادن. خداوند به شما اجر عظیم بده که شما در خدمت وطن و وطندار هستید. دیگه باز هم از اعضای کمیته یک بار تشکر می کنم. در اخیر از محترم دکتر صف خواهش می کنم که یک دعای اخیره البته پیش از اینکه دعا کنیم باز هم صدای ما برای مردم مهمی است که مردم مظلوم خود فراموش نکنیم و این جمع مساجد و جمع مؤسسات همیشه در خدمت شماست و کمیته جمع‌آوری کمک ها اگر خدا نخواسته کدام مصیبت دیگری هم به وجود بیاید باز هم در خدمت شماست. این کمیته الحمدلله منسجم شده و یک جمع مورد اعتماد است. امیدواریم مردم مسلمان ما همیشه وقتی که از طریق تلویزیون ها، از طریق مساجد، از طریق میدیا، از طریق سوشل میدیا به سر شما صدا میشه، هر کس به هر مقداری که میتوانیم برای مردم مظلوم خود، برای مردم بیچاره خود، به مردم درددیده خود همیشه دست سخاوت داشته باشیم که انشاءالله خداوند در زندگی شما خیر و برکت نصیب کنه. دعا میکنیم به همه کسایی که واقعا این پروژه رو کمک کردن، تمام کسایی که واقعا در این مصیبت سیراب زده های افغانستان با انتهای خلوص همکاری کردن، خداوند به زندگیشان خیر و برکت نصیب کنه، خداوند به فامیل های شما سرفرازی و سربلندی نصیب کنه، خداوند در زندگی شما در مال شما برکت بده، خداوند به تمام کسایی که از بینشان کسایی رفتن از گذشته هایشان به اساس امو خیر و برکت خود خیرات خود به خاطر گذشته های خود به مردم مظلوم افغانستان فرستادن، خداوند خیرات و صدقاتشان و زکاتشان مورد قبول درگاه خود قرار بده. خداوند به همه عزیزای ما که در این راه زحمت میکشن و این جمعی که زحمت کشیدن که این کمک ها جمع آوری شه خداوند به زندگیشان و فامیلشان خیر و برکت نصیب کنه. خداوند مرکز مسجد مبارک نور به اعضای برد مبارک این مؤسسه خدماتی که در داخل امریکا خدمت میکنه و در مدت بسیار کمی بیشترین خدمات به مهاجرین که در امریکا آمدن کرده، به مهاجرین، به مردم بیچاره مظلوم افغانستان در هر جایی که صدای کشیده میشه مسجد مبارک نور همیشه کمک کننده است. خداوند به اعضای برد هیئت مدیره ایشان، خداوند به فامیلایشان خیر و برکت نصیب کنه و زندگی آرام نصیب شه. و صلی الله تعالی خلق محمد و آله و صحبه اجمعین به رحمت کیار. یا یک خانه داشتیم که سر مونده داد سیل برده قبط چکرد مونده پس در این مردم اون خار زار این گشنه و تشنه این کمک اینا چیزی ما را شما قبول کنیم؟ در روز پیش بعد از چی از سیل پشت سر ما سی تا شهیده کشتیم اینجا سی تا شهیده کشتیم به دست خود ما این مردم کلشان این کمک های ما را شما قبول کنیم؟ بسته زندگی ما داخلش بود همه این مار ببردن.
خواهد سر مبلغ در از آنه مبلغ ۳۰۰۰ ۴۰۰۰ یا ۵۰۰۰ بسیار زحمت کشیدیم امی بلا دولاتی چی شد من ما کمک نکرد بسیار سخت را دیدیم نگاه دیخون تلخ آمدیم که از اونجا کنسیم خداوند میره بانه ایجو ایشه چهار بی سرکی مشکلی به کلینیکی مشکلی که راه هرگز ندارن صاحب راه مرکب ندارن که برو مرور بکنن در طول یعنی چند ماهی که رسیل زده پیش از او خوی راه خوب بود انوار بود خالی و خیال نمی خواد تا راود استان ما او بردو خود با چاو نم با چام میشه او راود استان که او بردو کلا گرو برافت و چیزی شاید نوزا چیندن و مشکو با چایی چی نمون ام اولی پیسه یعنی دیوالگره تو اولی با چیگ نداده خود خانه کده یا داشت خانه کده اما شا سیل اما شا سیل بود؟ نه سیل بود دی خانگرم مردو دیگر بختر خونه داری بچه دارم ولی دولت قربان اوجا مرمون برادرها و خواهرها ما در خارج است افغانی خود ما و شماست آه. اونا برای شما واری مادرها کمک کرده کمک کرده که به می سیلاب زدگاه خانه هاشون تخریب شده کمک میگیرین؟ خیلی با داری نگیرم الله تی ما هر ما یاد داد میتونم نه تو کمک کنم این پیسی ما را بگیرین چی تانا خراب کرد مادر جان؟ یک خانه من چپه کده، سیل چپه کده ایده، یک شریکا یک کپه هم رسته یادم، یک کپه چپه شده در خانه شریکا شیشتم، دیگه ای رای دنیا ندارم. دیگه ای کمک برادره و خواهر را برای شما تقدیم میکنم. بچه با دستی خراب بود، چما پرد بودم یک کنجا. ای کمک های ما را شما قبول کنین. چند خانه تا برده؟ یک در روی بسته نمیگه قد کارون و غیل همیگه بود این نمیگه همه شه برده و اونجا یک چو بود پایش همونجا مونده همین طرف همتریز داده گروه بده ار رخ سیل؟ سیل گروه را برای سیلاب زدگان کمک کرده همکاری کرده ما به هر نوی که ما در اینجا در مشکلات آمدیم تا اینکه شما را ببینیم احوال شما را بپرسان اینه پرسان اینه می روزی ما اینه می گفتیم ما از ها را برای شما تقریم کنیم بینی پیسه را بگیریم
10,000 افغانی است برادرها و خواهرای ما کمک کرده برای سیلاب زدگان. این مشکلات تا چه رقم رفت میگین تا اول سالی رفت آمده چه رقم یکم مریضی باشد؟ با این بنده میداریم. با این بنده کوه میریم؟ با بنده کوه میریم. راه نیست در بیابا راه نیست. چقدر ساز راه میکنین در این کوه که میرین؟ خیلی راه تا سیب آلمود. اگه حرکت کنی سیب شاید پیشین برسی. در اول سالی ایگه میرسی در نمکه و پیشین برسی. کمک و برادره و خوهرهای ما مقیم خارج کالیفرنیا. دیگر کشورا افغان خود ما و شما برای سیلاب زدگان کمک کرده دیگه برای شما تقدیم میکنیم. الله خودش مشکلات رفع کنه. این کمک اینو چیزی ما را شما قبول کنین. خداوند برادرها و خواهرای ما و شما را خیر دنیا آخرت نصیب کنه. آخرین سیلبرز است که در یک مسجد قرار داریم. اینجا البته از نزدیک میبینیم مسجد چی وضعیت داره، از چی قرار است، چی کرده میتونیم. خداوند شما را موفق داشته باشه. بفرماییم وضعیت مسجد یک ببینیم. این مسجد وضعیت خیلی خراب شده، سیلم خراب کرده، کلکنا داخل لای گیل و اینی فرش. فرش چی هست؟ اینی فرش هست، اینی برادرهای ما البته اینی از بیل و کلنگ دستاشه خودشان البته تا نیستن یک سه چهار متر مسجد البته پاک کردن، جغلش او طرف انداختن دیگه، باقی مکمل داخل گیل لای و سنگ است. خداوند نگاه خانی خودش از آباد میکنه انشاءالله برای شما یک چیزی کمک صورت میگیره. مسجد بالا را برده میریم بالا را گیریم. قسمی که میبینین داخل مسجد است، ساحه مسجد است، دیوالای مسجد میبینین که حالاتشان خیلی خراب. یکی از آثار مسجد دیوالش نیمانده. این محراب مسجد است که اسمان میبینین که این محراب مسجد است بیخ از بیخ بنیاد برداشته و برده. 350 فامیل البته برد میداده. چقدر؟ 350 فامیل تو میانداز سیل پر شده و دیکل کن در آمده کل جایده جام است. ماشینا کلش انجام شده و مانده تقریبا در صد میزه. این مردم محله هنوز در تاریکی زندگی میکنن. صد میزه سربان ما نخواه باز نکتی پانزه رو شد نی؟ باز یا تا رو کندن پانزه رو بدا سیلاب شد دیگر. پانزه رو شد نظرم. این مردم محله است، آسیاوشان خراب است، مسجدشان خراب است، مکتبشان خراب است، ماشیناشان خراب است، این برقشان خراب است، همه مشکلاتشان چیزایی که عامل منفعه است همش تخریب شده. سرک مانم خراب است. سرک و کمه دیدم سرک خراب خراب است. شروع یا گرخت یا نه نمیشه سری نمی یا نمی یا گرخت ما نجات آوریم. سری درخت؟ آه سری درخت شش نفر ما نجات آوریم. الله ها دیگه کدام آسیبی جانی خو نداریم؟ نه دیگه هیچی نداریم. نه خاناتان برده اینی فیلال خاناتان داخلش لای سنگ پر است. از این شما چیزی کشیدیم؟ نه هیچی نکشیدیم مکن. هیچ چیزی نبودید. ولی در پسی داری مردم هستید. در خانه مردم؟ در خانه فعلا در خانه مردم هستید. او بغل. کاکا جان برادرها و خواهرای ما کمک کردن از بیرون از کشور. افغانی خود ما و شماست. در غم ما و شما به مشکلات ما و شما شریک شدن. ما خب ما کمک کردیم خیلی مردم ها. کمکی ما را بگیم.
مادر جان کمک ما را بگیرین. امی مثل خود ما و شما برادر و خواهر ما بیرون از کشور کمک همکاری کرده مادر جان. که داودی ها میبینین مادر میگه اون کشیدگی چیز من این هم نکس خلاص اماره یک نشان بطی برشان این هم نکس خلاص این هم نکس برا بی این همون جغد خواب کشید هم خلاص همون جغد کاس این همون جغد کاس اکلش همون به خار یا بعد که او خار نشین مدیم خشید خدام آسف جانی خبرتان نرسید نه ما بسی نرسید شین برادرها و خواهرهای ما مقیم خارج کالیفرنیا دیگر کشور افغانی خود ما و شما برای سیلاب زدگان افغانستان کمک کرده مؤسسه خیریه اطفال جنگ زده برای شما کمک میکنه اینی کمک ما را بگیرین مادر جان ای برادرها و خواهرای ما که به غم ما و شما به مصیبت ما و شما اونا شریک شدن داری بگرم دا پشتی داری مردم شش بچه هم دا پشتی داری مردم خون دا پشتی داری مردم نه او ندارم که بخنم خنونم میرم از جای دم میارم میخرم قبلا که بچه هم میرینم جای خونم بود سیل بود خسون داگیم سیل بود خسون داگیم که نداشتم نمی یک زندگی روز مره داشتم اینجین هر سوی هم مرغ علاو را سگر را هم ندارم ملک زمین ندارم می جای ندارم که پرم بانا و قد ترکانه که کنم سرما بخنه بانا برادرها و خواهرای ما از مقیم کالیفرنیا و دیگر گوشه و کنار دنیا پول جمع آوری کردن از طریق مؤسسه خیریه اطفال جنگ زده برای شما میرسه رسید ان شاء الله مبلغ جای خانه داشتیم خسر مونده و سیل برده قبط کج مونده پس در مردمیم خار زاریم بیشنه و تشنهیم هر روز خانه دار ایمون میکرد جنگ مون میکنه اینه روز مون نمینه دیگه جا نداریم یک شوی جندی داریم کارم ایروش نمیه کارم نمیکرد قشت پنج شش بچه در پسایی داری مردمی اینه شکایت مون نمینه دیگه نه زمین داریم نه جا داریم نه چی همه خرافه یا جزیر نداریم که همه قمه صغیره رو مونه تیر کنیم از شما کدام آسیب جانی خبرتان نرسیده؟ خیلی جانب دیگه چیز دیگه نه نمی یک جان مونه گرفتیم دیگه زندگی دارایی نداریم یا او نداریم برادرها و خواهرای ما مقیم کالیفرنیا دیگر کشورا کمک کردن هر روز خاندار جنگ میکنه که برای خانم برای خاندار جنگ میکنه آه بخاطر همه خاندار که دفعه داری مردم میگه چه کنیم ما دفعه داری مردم هر روز جنگ میکنه که خانم برای نم خانم پنج شش بچه روز مونن یک گلاسی هر داری تلاوی دیم روز مونن بنامو تیر کسی منه نم قروز مون بنامی رقم تیر سی کمک ما را بگی چهار که سنت خوندم بعد دیگه خدم موندم یک هم سایه آمده همی جو کشیدم خدا جان ما خرید نمی پوشوش اگر نید بداری رو می بود همی برینی مریض رو نمتایی مغزه و گندشه دم پیچم اونم درشتم بیبا هم خونه سودم حالا کمک های برادران و خواهران ما رو برای شما تقدیم میکنیم لای پیش خدا سر بلند بسم الله سر بلند باشیم تشکر تشکر موفق باشید خدا مهربان است هیچ نمونده هیچ نمونده نه نمونده این ای خونه ای بچه همست که ما بسیار بیوطن آدمم در همین سه خونه گذاره داریم نه این شب برده خواه خدم چی اینه همی تخونه اونه از زندگی من دمی تا اونه سری چوهای تخونه اونه 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 کلکینه اونه خب برده دیگه چی چورا کنیم نمی خلاص هایی بستیم نمی جو در آبادی گه برادرها و خواهرای ما از خارج برای شما کمک کرده خب
خداوند قبول کنه. اینجا دروازه خدمت در موقع دریا قرار داره و مسجد مناظر است و دیوارش نشانتان میتونم بید یک کام به حساب دروغ نیست ما بینش امام مردم هم هستیم دروغ نمیگیم به خانه خدمت قسمت دریا است این هم میمان خانه ای که همینجا شما گرفتین همسایه همون از ما پیش در داخل دریا در اوجا بود این دیگه نمیره خداوند به نمی سنگه و تبدیل کرده دیگه ما چی بگیم؟ اینه مولای صاحب هم شاهیدی ها رستا و اینا میفهمه برادر ماست و قوم ماست که خانه ما در اینجا بود ما در همینجا شش برادر در یک گوله بودیم دیگه چی بگیم؟ حال مسجد در این منطقه نداریم داریم اونه مسجد اونجا هست که حال فیلن نیست نه حال خود خلاش ده خود مسجد خود دستان زم پوشیده اینجا فرار کردنه بالا یک مسجده که خور دیگه سقیله است در اونجا حال مردم هم در اونجا است ما در اونجا نماز مانه یک گذران میکنه میخوانه مسجد پخته اینجا بود اون مدرسه او بر مدرسه بود من فکر میکنم در اینجا دیگه امکان زندگی کردن نیست نه در اینجا دیگه چی چرا کم زندگی در داخل سنگه و در دریا و در داخل سیلاب نیست سلام علیکم و رحمت الله خدمت همه برادران و خواهران گرامی این جانب قاضی ذبیح الله نماینده و مسئول مؤسسه خیریت فال جنگ زده در سمت شمال افغانستان تسلیت و همدردی هموطنان مقیم در خارج را به شما و خانواده های شهدا و مجروحین سیلاب های اخیر کشور تقدیم می دارم این کمک های ناچیز در مقابل مصیبت بزرگ فقط مملو از احساسات قلبی افغانان در خارج از کشور برای شما است قابل یادآوری می دانیم که در گردآوری این کمک ها از مساجد افغانی در شمال و جنوب کالیفرنیا و مؤسسات انجمن ها که همکاری نمودن و از طریق مؤسسه خیریه اطفال جنگ زده به شما تقدیم میگردد هر کدام یه زیاره انشاءالله نام میبریم البته یکم مسجد جامع مولانا جلال الدین محمد بلخی در شهر سنهوزی دوم مسجد جامع توحید در شهر سندیهگو سوم مسجد جامع ابراهیم خلیل الله در شهر فریمانت چهارم مسجد جامع مهاجرین در شهر هوارد پنجم مسجد جامع نور در شهر کانکورد ششم مسجد جامع امام بخاری در شهر تریسی هفتم مسجد جامع ابوبکر صدیق در شهر هوارد هشتم مسجد جامع امام ابو حنیفه در شهر ساکرامنتو نهم مسجد جامع توحید در شهر الگروف دهم مسجد جامع عمر فاروق در شهر کانکورد همچنان از کمک افغانان از هر گوشه و کنار دنیا از طریق تلویزیون ایمان، تلویزیون صدای حق، مجمع علمی مراکز اسلامی معلم، بنیاد حمیر رحمان، انجمن فرهنگی دانش، بنیاد ایمان و کتاب فروشی رومی اظهار قدردانی می نماییم. همکاری اینها برای ما قابل قدر و ستایش است. الله موفقتان داشته باشه. در آخر مؤسسه خیریه اطفال جنگ زده از همکاری همه افغانان در هر گوشه دنیا با مؤسسه خیریه اطفال جنگ زده دادن تشکر نمود و به همه ایشان اجر دارین خواهانیم. زندگی میکنیم در خانه همسایه نشیشتیم. خیمه من دادم میرفتیم در مجرد در خانه همسایه شیشتیم. این حال میرویم در خیمه است در دمی سنگ هم هستم میرویم در خیمه من میشیم. اونجا جای است؟ جای همه نسرتان؟ هست و بالای سر من شخ است و خیمه میرم میشیم. برادران و خواهران ما دیگه مقیم کالیفرنیا هر گوشه کنار دنیا کمک کرده مبلغ 10,000 افغانی برای نیازمندان و فقرا دیگه شما این را بگیرین خداوند اجر داری نصیب وام بگردانه خواهین نمی سیل هستی که آمدن این چپک همه خانه چپک شدین این دوباره پس کنده سیم جور که سیم زده خرابی کرد یا نمی مشکلات هستی یا سرمون همه چی کرد این سیل که ایجا پس دوباره یه اتاق جور میکنی چی تو جرات کردیم خود چکار کنی یا خودم ترسیزه رو جا نداریم یا جا نیست از مجبوری از مجبوری است که جور کسیم پس دولت برتن چیز جایی تو آمدگی نگرفت هیچ آمدگی نگرفت کمک برادرها و خواهرای ما را که شما میبینین در محله تان نام قریه چی است؟ غوریسنگ توضیح داریم در ولسوالی تشکان ولایت بدخشان دیگه الله موفق تون داشته باشه این پیشی ما را بگیرین دیگه خداوند سرفراز داشته باشه خداوند این ساحه که شما میبینین اینمی ساحه را
در روز پیش بعد از چی از سیل پشت سر ما سیدان شهید کشیدیم اینجا سید شهید کشیدیم به دست خود ما این مردم کلشان شیطان چیشان دیده باشید که از مردم های سای زره بود دو دانه سیاسر از اینجا کشیدیم که قطعی ازو پنج دانه میشه ولی خود ما تمام مالای ما رو سیل بود از اینجا تنها سرای خود کشیدیم یعنی حالت که میبینی اینجا هیچ اصلا حتی ببینیم که همی چارپای سگار بود یعنی سگا که میبینی یعنی لازم میشه علی دیگه مردم اول که همی زراعت ما رو مثلا مالی بشت کچی یعنی مخانه که میبینی کلی علی ما در خیمه زندگی میکنی قسمی که گفتی یک مسافت اینجا بند مانده مسافت اینجا نمیشه بند مانده بود ما دو نفر در پشت ما به یک مشکلات از اینجا کشیدیم وقتی که آمدیم این قدر آب بیره چی کده بود بالا شده بود وقتی که ما آمدیم ما گفتیم پدر زنده استی گفت زنده استیم الحمدلله خب ما را بکشیم گفتیم این کام نداره گفت یک اسب کرا بگیر ما را بکشیم گفت اسب کرا گفتیم ما گفتیم را بکش گفت یک لک افغانی را که بیتیم ما نمیرین دوزون که هر کسی که کمک کده خداوند دیگه هر ارزوی که شرعی داره خداوند ارزویشان حاصل کنه این نظر افغانیست بسم الله الرحمن الرحیم کمی ما دیگه زیاد گفته بگیرین ادمی 10000 فکر کو که ما برای ما 10000 دلار داده گیستا افغانی ما با دلار قبول داریم به خاطر که مردم امیر از دل خود کشیده ما... دیگه نمی سیل بود یک احفت خداوندی بود که نمی جامد دیگه نمی خانه و نمی زندگی و فضل خدا نمی قدر خوب است که سر کشیدیم دیگه خساره جانی نداریم مالی دیگه نمی حالات است که شما دیده رستین و دیگه دیرم قسمت یک دانه شهید یک دانه دختر 10 ساله را که از قومه فلول بود در نمی قسمت کشیدیم از اینجا از پیش نمی درخت کشیدیم از پیش نمی درخت همین دوستاش همین تو بالا مانده بود امروز دوم سیل دیگه صورت جانش معلوم نمیشه تن آدم دوست شناختی می رادمی چی از زیر نمی لایوی نمی چوب ادم چیزا بیرو کشین اول همی مسلمان ها و همی غریبا را میگیرین دیگه نمی حالات ما مردم هست دیگه شما باید تکلیف های تان زیاد ببخشین تشکر زنده و سلامت باشین کمک های برادر و خواهرای ما برای شما تقدیم میکنم یعنی می که ما را شما زیاد گفته بگیرین نه اگر افغانیست بفرمایید تشکر زنده باشید الله برای شما اجر بده صبر و استقامت بده نه باغ منده نه اولی مخانه منده دروغ باشد ای دستان همین لازم نگیرم میرم نشانتان میتم چی ملم از زندگی من دارم ندارم سیر بود درخت دامن مبور دامن چی ماند خانه دامن ندارد کلان تشنه دامن ندارد دیگه ندارد نه دارم نه نماینده داشتم نه دیگه این دیگه دیر حکل دیگه کمک میگیره کمک من بچی میسوزم بیا باشم بیتره باشم دشمنده باشم بخاطر چی کمک من میسوزم خوب خودتان فکر بکنید اگر کلان بدبخت و مشکل دروغ باشه کلتان بگوین که خناله دستاره خودتان دیده سی این کمک ما را بگیرین خداوند این برادرها خواهرای ما از خارج کمک کرده برای نیازمندا امروز در دوشنبه است 24 جون است در منطقه فلول فلوسالی برکه قرار داریم این کمک ها از طریق مؤسسه خیرات فلوچه برای شما میرسه انشاءالله ان شاء الله مؤسسه خیریت فعال جنگ زده دولت اگه برای شما یک جای مناسب تر اگر تصمیم گرفتن جای امن باشه از سیل لیگاپا تخریب نشه ان شاء الله برای شما تشکر یک تعداد اگر تونس خانه جور میکنه ان شاء الله بخیر سلامت باشید تشکر سلامت باشید یک مقدار پول است از طرف برادر و خواهرات کمک میشه برای شما خداوند اجر داره نصیب شما بگردونه Okay, what do you want me to do?
خداوند برادران و خواهرای ما و شما را غیرت شهامت شادی بیشتر بکنه، کمکاشون و دربارش قبول منظور داشته باشه. الله موفق شد دوستو، رحمت بیاره. یعنی کمک بگیرین برادرها و خواهرای ما از خارج کمک کرده برای فامیلای نیازمند و فقیر، خصوصا در سیلاب زدگان افغانستان. خانه ما سیلبو برد ما لولم این بیخی فیصله چه نه که ولی تول نوزاد گشته نفر نداریم این هم یک سید من بازر نمیتونه لوس یک نبور هفته دی چیز سرپانه نداریم گه نداریم دویولوی مردم چیسته میشه رازاب چیدیم یا خیمه اونجا برای بودیم پای کنیم اونجا بیاردیم اینجا پای کنیم اینجا سیلبی آمد از ببردیم دویولوی همون نتیشته ماسه خیریت فال جنگزه برای شما کمک میکنه آن خدا من شما خیر بیتی برو این این پیسه رو بگی مادر جان از این بیشتر که عذاب نمیشه 10,000 افغانیست 10,000 10,000 افغانیست کاکا جان این 10,000 افغانیست الله قبول داشته باشه مشکلات ما همیه که سلبی ما خانه ما خراب کرد ولی ما هیچی نداریم که به بالاخ کنیم یا که خانه خیج مصرفی نداریم که چی کنیم چی تانه خراب کرده تیرا؟ خانه ما خراب کرده بسته زندگی ما داخلش بود هم به این مار ببرده و می هم سایه پاک مدام این پیسه رو بگیرین 10,000 افغانیست برادرها و خواهرای ما مقیم خارج و خصوصا کالیفرنیا از طریق مؤسسه خیریت فال جنگزه امروز در ولایت غور ما دوباره سیلاب زدگان انشاءالله کمک کرده رسیم خیلی من به نمایندگی از مردم گلدره شهر فرسکو ولایت غور از نهاد خیریه اطفال جنگ زده احساسی تشکری میکنیم که از ولایت کابل به اینجا تشریف آوردن و مردم همکاری و یاری میرسونن خانه ایشان آباد تشکر سلام زده هم زندگی مردم مقصد کلا آسیب جانی خو ندارین آسیب جانی الحمدلله نداریم ولی دیگه هم دور و ندار مردم کلا از بین ببرده دیگه کلا سلامت باشین امروز مؤسسه خیریه اطفال جنگ زده کمک همکاری برادران و خواهران من در ولایت غور در منطقه گلدره ان شاء الله توزیع داره خیر برادر 10,000 روپیه کاکا مبلغ 10,000 روپیه افغانی تشکر این 10,000 افغانی مولای سیب مبلغ 10,000 افغانی
البته در ولایت غور قرار داریم. مادر خوب است انشاءالله. وضعیت چی قرار است؟ وضعیت ما میکنه اتاق ما آتش شده. چی شده؟ این تسیل بوردم ولی خانه ویران شد، خیمه شده. طبق شما قسمی که شما میبینید همه خانه ویران شده برادر عزیز. دیگه ما از نهاد خیریه شما خیلی زیاد تشکر میکنیم که به درد و غم مردم شریک شدن. دیگه ما وقتی که سیل آمد دار و ندار ما کلا برده، خانه و اینا رو هر چی که بوده تخریب کرد متاسفانه. برادر این ده عذاب ما میدیم شده مبلغ 10,000 افغانی است. این خواهم شده کمک های ناچیزی ما را شما زیاد گفته بگیرین. البته در این مصیبت بزرگ کمک که همی ما البته چی جایی را نمیگره، بازم غم شریکی و برادرها و خواهرای ماست که از طریق مؤسسه خیریه اطفال جنگ زده کمک هاشون برای شما رسید. نه تو شو میشه روز میشه تر میشه بچه دیگر خانوار که دیسیل داده که نه تو عواره کرده خراب کرده. نه تو میگردم سر ایران بچه. چند نفر نانخور هستی در فامیل؟ یک شورت که خودم ما خودم که مردینم بمرده یک شورت همی بچه همه 8 نفر. یعنی کمک ما را بگی؟ 10,000 افغانی از طرف برادرها و خواهرها. بشین مؤسسه خیریه اطفال جنگ زده امروز یک کمک های ناچیزی که برای شما لازم دیده. انشاءالله ما این کمک ها برادرها خواهرامون را میرسانیم. خداوند این کمک هاشون را به دربارش قبول داشته. کمک بگین مادر پیسه را بگین. ای کاکا جان مبلغ 10,000 افغانی برای فامیلای نیازمند سیلاب زده ولایت غور منطقه شیخا قرار داریم. برای همه از اینا کمک کردیم. الله منظور قبول داشته باشه. سلام. مبلغ 10,000 افغانی. لالای قند مبلغ 10,000 افغانی. حاجی صاحب مبلغ 10,000 افغانی. برادر مادر خوب است انشاءالله؟ شکر که هستیم کنم. در کجا هستیم؟ این منطقه نامش چی هست؟ ملا رجب. ملا رجب و لسالی کدام است؟ بلچراغ. بلچراغ. وضعیت هست چه قرار است؟ وضعیت ها اولیم سیل گرفته. ندرن اولیم پاکت خرابی کردن. همه چیزی ما ندرن سیل برد گرفته. در لوی قش لوی قمان. گرفتیم. کدام کسی را خو شهید نکرده سید؟ نه خدا پناه دیتا. شکر است. خدا مهربان است. یعنی پیسه را بگی 10,000 افغانی است. کمک همکاری برادر و خواهرای ماست که برای سیلاب زدگان افغانستان کمک کرده. خدا پناه دیتا. الله موفق سربلند داشته باشه. السلام علیکم و رحمت الله. شما
امروز در بلچراغ ولایت فاریاب ولسوالی بلچراغ قرار داریم. سه فامیل در یک قریه آسیب دیده هستند، خانهاشون کلا میبینین تخریب است. دیگه سه فامیل است اینا. این مادر که میبینین دیگه ای با یک بیوزنی است، بچیش مسافرت است به نظرم. تمام زندگی من خراب شدن، فامیلا خراب شدن، همه چیز سیل بردن. خیلی مردم خیلی نقصان دیدن، مثلا این 3 لک 4 لک 5 لک شاید مردم نقصان دیده باشن. دیوالاش تخریب شدن، خانه‌اش تخریب شدن، همه چیز زیر سیل ماندگی هستن. زنده و سلامت باشین برادرها و خواهرای ما. مقیم خارج غمشریکی خدا برای ما و شما کرده، در غم ما و شما، در مصیبت ما و شما اینا کمک کردن، همکاری کردن. ان شاء الله برای شما مبلغ 10000 افغانی بر فامیل، به 3 فامیل ان شاء الله تقدیم 10000 افغانی است. شما در غم شریکی تون شریک صاحب تا خدا نه دیگه شد یک چیزی پول ناچیز از خدا کنه که امون کار و روزگار یک چیزی که ضرورت داری از امی یک استفاده کنی. خداوند با چگه که مسافرم به خیر بیاره خانه، خدا تا را صحت بتا، خدا تا را جان جور بتا. برادر عزیز هم برادرهایی که برای شما کمک کنه یک چیزی از امی در بخیر بلی کار خیر داری استفاده کنید. دست شما زن نکنه، تشکر از شما. من مراد ولایت من قربان علی رسالی بلچراغ، ولایت میمنه و رسالی بلچراغ. من از سیل ما سیل زده نه، تمام درای منو برده، خاک خراب کرده، ولو تو ما رو خراب کرده. بیا خدا مهربان است، اینی پیسه را بگیم کمک هم کاری برادر و خواهرای من بیرون از کشور خصوصا کالیفرنیا از طریق مؤسسه خیریه اطفال جنگده برای شما در رسالی بلچراغ ولایت فاریاب برای شما تقدیم شد. نمیتونم داشت جای من چیزی مسیل بردی، نمیتونم میدون شده مونده خودم رفت دال دیگه اولی اما نشده توم تاشته ندارم، نم جمعش جای جوگم بود. قسمی که میگن کل خانه و همه چیز زیر خاک و دریا و سیل شد، دیگه در خانه همسا گزاره میکنیم. میگه دیگه خداوند شما را موفق داشته، برای این فامیلا کمک هم کاری کردیم. این پیسه را بگی مادر، کمک هم کاری برادرها و خواهرای ماست مقیم خارج، الله این کمکاشون به دربارش قبول منظور داشته باشه. این 10000 افغانی از طرف برادرها و خواهرست، این 10000 افغانی دیگه از طریق مؤسسه خیریه اطفال جنگده برای شما در ولایت فاریاب ولسوالی بلچراغ توزیع شد. خداوند اجر داره برای زوال نصیب خدا اون اور برکت بده، خدا عمر شما بده، دماغی همه کمکی که گاد خدا برکت شما بده. خدا برکت به زنده باشین. تشکر یک عالم تشکر ما را که همه طور قرب و رو را میشناسین. اول ما را میگین خدا برکت بده. رسالی بلچراغ هستم، ولایت فاریاب. خانه ما سیل گرفته، همه جای خراب است، هیچی نمانده. خانه تنواد همکاری کمک کرده گیتون. تشکر خانه تنواد. سلام. کمک همکاری برادر و خواهرای من است از کالیفرنیا، خصوصا از بیرون از کشور که اونا کمک کردن. ان شاء الله برای شما میرسونیم دیگه از طریق مؤسسه خیریه اطفال جنگده برای شما میرسید. این 10000 افغانی است. زنده و سلامت باشید.
دو جان دو بعد از پیشین یک دم سیات آره کی جیک شد کم کم باران از باران ها طوفان شده طوفان سنگک شده تو سنگ می بارید که دنیا رو به دیگر رو چپا کد شیشا سر کوتا گم شد دنیا دنیا چپا شد مکتبا چپا شد دنیا را سر مردم قیامت کد زوی جان کسی از اولاد خود خبر نه کسی از خانه خود خبر نه که تا شام سر ما دنیا را قیامت کد دیگه کسی 12 نفر مرد کسی 13 نفر مرد کسی در مدرساتی که پرچه شد کسی در خانه او خود ما خواهی نسایی که بچیم که در بدر و خاک بسریم ریزای ما ریزه ریزه با بیش ری سفید مادر جان ما وطنان عزیز که در بیرون زندگی میکنند در درد دان خود در شریک میدهیم یک مبلغ یک 5000 افغانی سینه میده باید برای اولادات یک چیزی بخواهی 1000 2000 خانه تو بدان بچید کرد 3000 4000 یا 5000 چیزی تشکری از پیشتان داریم خیر ببینی خانه شما ودان بچی شما کلان خدا شما را هر جای سر بلند و کامیاب داشته باش قسمی که میبینیم ده یکی از خانواده که چهار طرف همی چهار دواری شما از بین رفته و این نفر هم خیلی محتاج و غریب آدم است یک طفلک شما که از سر جراحت برش داشته کمک از طرف موسی خیریت فال جنگ زده و هموطنان شده اینه برشان تا رو را در توفنگ قصه و قصه رنگ ایساب بود ده رو را در قصه پابند دری بجی و پوش زخپل کور که اومم نزخپل بطه که کار کم و دقل در بچی میدل تا در غیوزو می در سرم زخمی شوه زچ ماخوتن و رااله م پوش چې ومه لید مال چې بچی به میټول دغه شوی دیوال اند شي خو الله خیر کړه او په دی عالم شکر ده دینه دی بهتر نه دی دینه سخت سخت ستاسو خو شکر ده په دی عالم چې دا بچی می بچ دی دا ډیره غټه خبره ده شکر ده او الله تاسو ټول خوشاله چې بیرون جون کې 100 روپۍ کومک کړه دغه سوال دی اولادونو ته د مریض ته خصنه چې دوا پکې وکه صحیح ده د دوا د درې د ام سلور د ام پینځه کور دی ودان الله دی غم خوشاله ری الله دی هر سړی ته روح صحت ورکی بسم الله الرحمن الرحیم هموطنان عزیز قسمی که میبینید یکی از خانواده دیگه که از اثر طوفان خانهشان هم ویران شده مشکلات زیاد حاجی صاحب هم افگار شده بچه که شام که از نزدیک سورین و سوجیش که از افگار شده کاکا هم افگار شده تفلک هم که از افگار شده دیگه خدا کاکا چه بخیر در طوفان بخیر که شده و الله پاک ساتلی یه شکر نو در کورم ستاسو دیر وڑا که ده ستاسو در طوفان هم دیر ده غدن الله پاک احسان در بانه کرده ده ده یو 15,000 افغانی دی چه اغا خوین دیونی چه بیرون جون که لاغو در طریق قطاسو تا کمک شوه ده نیو چه دی ما شما نو ده غدن واخه کسوائی لورتا لاری اجی سیم ویل دادا چه ستاسو کور ودان چه زمونگ ده غریبانان رو پختنه وکو الله ماباد لره او کامیاب و سیگه هر چیر تا چه ایو الله و تعالی که ده حال اولاد سره کامیاب لره چه زمونگ غریبانان رو پختنه وکو پا دی حال که ولی چه مات او گوده ایو چې دلته ورسره ولاړ یو مور مریض ده او پلار یې چې دی مسافر دی نو شاوخوا چې وګورو دا کور دغه دیوالونه او دغه یې چې ړنګېدلی دي او اقتصادي وضعیت هم خراب دی او د دې ماشومانو مور هم زخمي شوی ده په شفاخانه کې ده نو دغه 15,000 افغانۍ چې دي دا بل خاوره د طوفان کې ستاسو څه شی خراب شوي وو دا شمسې ماته کړلې او ټوله د کوټې غورځولې او چادرې ټول وغورځوله ها او مور دې بستر ده زخمي ده الله دې هغې ته صحت ورکړي وراره جانه دا 15,000 روپۍ دي بیا د پلار یا مور چې راغه هغې ته به ورکوي چې شی تاسو ځان ته واخلي صحیح ده د دوه د درې د څلور
15000 افغانی دی سیدا چه بویل لري خلکو د 400 کوما کوکلو ډیر من اچا کوما کړه ډیر ډیر من خدای پاک دې اجر نه ورکي. همتنان عزیز، قسمی که شما مشاهده میکنیم یکی از فامیل هایی که 7 نفر شهید دادن و 2 نفر زخمی دادن در خانه اشان قرار داریم، اپنیشان صحبت میکنیم که چی بود. خواهد ازال معرفی که و در 3 نفر شهیدان لره و در شهیدان رو قصه و که زمانم نعمت الله ده او 1 نفر پا ده اتاک که شهیدان شوی و 2 نفر زخمی ده. ما شما نان و که غطان و جدا شهیدان شوی ده؟ ده که یو ما شما شد 3 کال پا مرا نور دست یا تکال و لس کال و 2 لس دیار لس کال. ده غلط زل افغانی ده ده بل خیره بیاد کاکات ور که چه و چه ده پیو که ده یو ده دو ده دری ده سلور ده ام پینزه ده ام شپاگ ده ام و ده ام اتا دیم نه دیم لاس. الله الرحمن الرحیم. محمد آنان عزیز یکی از خالیه های دیگه که با من به نام سیاسنگ یاد می شود آمدیم در یکی از خانه هایی که خانه ها یاز بین رفته و برای برادرم که است یکی از طرف موسسات برشان خیمه داده شد. موسسه خیریه فام جنگ زده هم مبلغ 5000 روپه برای بیادر میده او رو در 15000 روپی دی داده سر و اخلا سوال داری. السلام علیکم ورونو، زه ستاسو ډیر شکریا ادا کوم چې تاسو د موږ د مظلوم و خلکو پوښتنه وکړه او د موږ جای ته راغلی او د موږ پوښتنه وکړه. الله دې تاسو ته د بدلې په هغه دنیا درکړي. تشکر میکنیم، به خیر سلامت باشین، به ما هم کاری کمکتون رسید، خداوند شما را خیر بده. دیگه چیزی که به دستتون بود برای ما رسوندین، به خیر سلامت باشین. ببینی خانگاه ما را سیل زده بود، جان جور خداوند پاک بتیتان، بیادرارم خداوند نگاه کنه، جان جور بده، خدا ایماندارتان کنه، خداوند ای کمک کرده که به ما کردی، خداوند اجر نصیب کنه تانه، خداوند گام سر مالتان زیاد کنه، جان جور بده تانه که ما بسیار به سختی به زحمت این خانه را جور کردیم، بسیار زحمت کشیدیم، همی بلا دولت چیشد به ما کمک نکد، بسیار سختی را دیدیم، نگاه دیخ تلخ آمدیم که از اینجا کنسیم. خداوند میره بانه، خداوند غنی، خیر ببینی خداوند انجام جتان کنه، خداوند جنت فردای نصیب کل اول مسلمان را کنه، خیر ببینی، تشکر. برای سیلاب زدگان ولایت کاپیسا کمک مؤسسه خیریه اطفال جنگ زده جریان دارد که این کمک ها از خواهران و برادران افغان مقیم امریکا جمع شده و جا تشکری میکنیم که مورد تفقد این فامیل سیل زده ها قرار میگیرد. یعنی کمک یعنی یکی دو سه چهار پای. خیر رو بین خانه آباد که می سیل زده گیار آماده که اومد کردی، خیر رو بین خانه آباد. تشکر.
در ولایت کاپیسا قرار داریم، کمک دیگر برای از سیلاب زدگان میکنیم که خداوند اینا را خیر داره اینا نصیبش بسازه و این کمک پولی ما چیز است که حداقل یا یک گوشه از زندگی خود تکمیل کرده بتانن، ما احتیاج خود مشکل پرابلم زیاد دیدن. این همشیر جان این مبلغ 5000 رو باید برخواد، یکی دو سه چهار پنج. خیر ببینه خداوند جان و جور بتیتان که ای کمک بر ما کدی. یک دو سه چهار پنج. خیلی ببینید تشکر، زنده و سلامت باشید. خیلی بخیر که تیو را دکای تحره که مشکلی که داری که تجی مرفوق و خداوند بر تانه جیر بی پایان نزید. تشکر، خیلی ببینید زنده و سلامت باشید که امرای من کاری کردید. همینجا میگردیم و مردم کمک میگیدن، مردم های بی‌بضاعت، مردم از سیل آمده است، خانه‌هایش خراب کرده. خودتان خیر ببینه، به خیر باشه که همکاری کرده. تشکری میکنیم از خودتان. خیر ببینید، تشکر از این زحمتتان، از این پیسه‌تان. به خیر خوبی خودتان کارآمد، ما به خیر کارآمد کردیم. بسیار دیگه می بخشید زحمتایتان، تشکری از پیشتان. خانه ما را سیلاب زده است، خیر ببینین که کت ما کمک کردین، بر ما پیسه کمک کردین دادی که ما خانه خود جور کنیم. سیل آمد، خانه ما خراب شده، این حال ما چیزی نداریم. خیر ببینی ای کمک کردی، ما از یک چیزی جور کن. تشکر.
بی سرکی، مشکلی بی کلینیکی، مشکلی که راه هرگز ندارن، صاحب راه مرکب ندارن که برو مرور بکنن. در طول یعنی چند ماهی که رسیل زده پیش از او خوی راه خوب بود، انوار بود. شما اگر آمین نیومدین دیگر مسته آمده کسی را تگیست. در حال به حدی مشکل بود که از این قیره به قیره دیگر در جنازه، در مریض خبرگیری یا در کلینیک یا فرض مثال به تخار هیچ راهی نبود که مردم بروه. بسیار مشکلات داشتیم، مریضی ما به تداوی نمیشید، همیگه به تداوی میمرد، به کوار رسیدگی نمیداشتیم، این سرکای ما آباد شد، این اکو مریض ما نه رمانه شد، آزاد میریم، میاییم، تشکر به شما که ما را رمانه آزاد کردیم. برادران و خواهران امت اسلامی، البته امروز شنبه ششم اگست در ولایت تخار ولسوالی نمکاب لیتگاب البته رای مواصلاتی بند بود، لله الحمد به طول چند روز که ما مقدار پیسی که با دست داشتیم الحمدلله سر اسکاواتور مصرف کردیم، اسکاواتور آمده بودن، یعنی اخرین نقطه مردم دیگه مشکلشان حل شد، دیگه دنی در ودیشن موتر آمد، دیگه الحمدلله از این منازله و مشکلات یا برآمدن. دیگه خداوند اجر دارین برای همه شما نصیب بگردانه. خداوند جناب رئیس محترم ترین بیان طول عمر طولانی نصیب فرمایه برای همه خانواده فامیلش که در این زمینه یعنی زمینه سازی میکنه و همکاری میکنه. دیگه خداوند اجر دارین نصیبشان بفرمایه. بازم از همه ایشان، از همه خواهرها برادرها مقیم خارج دیگه یک جهان تشکر. الله حفظ ناصرتان. السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. My name is Siddiq Popal and I'm on behalf of the committee that collected donations for the victims of floods in Afghanistan. I'd like to thank you for your donation, for your generosity, and we all together from all the mosques in southern and northern California and also a number of other Islamic organizations and
television such as Iman TV and also other TVs in Southern California, and the organization of the Children of War, we collected altogether $64,232. That money was spent and sent to Afghanistan by the Children of War organization, and they used the money to give donation about 10,000 Afghanis to each affected family in all these provinces, which was Tahar, Badakhshan, Ghul, Faryab, Baghlan, Kapisa, and Ninghar. In addition to giving money to each affected family, the money was also used to repair roads that were damaged by flood, and it made it impossible to move around. And also, they used the money for repairing some of the mosques that was used not only for praying purposes, but also for other social gatherings in these areas. In addition to that, there were some wells that were also damaged because of the flood water. The money was used to clean it up and to make it possible for people to have clean drinking water. Once again, I thank you on behalf of this committee, on behalf of all the people of Afghanistan and those that were affected by this flood, for your donation, for your generosity. May Allah bless you and protect you and your family. Thank you so very much.